وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استدیوی لندن با من الناز کیانی سرخط خبرها. پایان جلسه کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل، نخست وزیر و وزیر دفاع مسئول نحوه پاسخ به حمله حزب الله شدند. واشنگتن میگوید حزب الله مسئول حمله به زمین بازی کودکان است. واکنش روزنامه کیهان به حمله موشکی حزب الله به جولان. روزنامه زیر نظر خامنه‌ای میگوید اشتباه پدافند هوایی اسرائیل علت این حادثه بوده است. اعلام پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ونزوئلا. رئیس جمهور شیلی میگوید نتایج اعلام شده غیر قابل باور است. جمهوری اسلامی پیروزی مادورو را نشانه نهادینه شدن مردم سالاری در ونزوئلا دانست. انتشار تصویر دستکاری شده مراسم تنفیذ در رسانه صدا و سیما. روزنامه جام جم تصاویر قالیباف و محسنی اژه‌ای را از تصویر تنفیذ حکم پزشکیان حذف کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب تنفیذ مسعود پزشکیان در روزنامه ها. جمهوری اسلامی نوشت نظام از عدالت فاصله گرفته. جهان سنت اختیارات رئیس جمهور را متناسب با مسئولیت ها ندانست. خوش آمدید. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که کابینه سیاسی امنیتی این کشور به نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اجازه داده در مورد زمان و نحوه پاسخ به حمله حزب الله لبنان به مجدل شمس واقع در بلندی های جولان تصمیم بگیرند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پیشتر در واکنش به این حمله که طی آن 12 کودک و نوجوان کشته شدند گفت حزب الله بهای سنگینی برای اقداماتش خواهد پرداخت. آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد حزب الله لبنان مسئول این حمله مرگبار بوده. او تاکید کرد حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات حزب الله و سایر تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند محکم و تزلزل ناپذیر است. المیادین رسانه حزب الله لبنان و یک رسانه فلسطینی از حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. در این حال ارتش اسرائیل اعلام کرد یک پهپاد که از لبنان وارد شمال این کشور شده بود را سرنگون کرده است. در همین حال روزنامه الحدث شاپ عربستان سعودی میگوید هر دو فرد کشته شده در حمله پهپادی امروز به جنوب لبنان از اعضای واحد رضوان حزب الله بودند. حزب الله لبنان هم کشته شدن یکی از اعضای خود عباس حجازی را تایید کرده. حزب الله لبنان همچنان رده سازمانی این عضو خود را اعلام نکرده است. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به مقایسه سرنوشت هیتلر و نتانیاهو از سوی اردوغان در شبکه ایکس نوشت اردوغان راه صدام حسین را می‌رود و اسرائیل را تهدید به حمله می‌کند. او گفت اردوغان باید به یاد داشته باشد چه اتفاقی برای صدام حسین افتاد و چگونه به پایان رسید. اردوغان روز گذشته گفته بود همانطور که وارد قره‌باغ شدیم، وارد لیبی شدیم، ممکن است با اسرائیل نیز همین کار را انجام دهیم. وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای دولت بنیامین نتانیاهو را با هیتلر مقایسه کرد. در این بیانیه آمده نتانیاهو با سرنوشتی که هیتلر برای اقداماتش با آن مواجه شد روبرو خواهد شد و همانطور که عدالت تضمین کرد آلمان نازی با نسل کشی یهودیان پیروز نشود، فلسطینی‌ها هم نابود نخواهند شد. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ما همراه شده. اشکان، ممکنه ما رو در جریان جزئیات آخرین تحولات بین اسرائیل و حزب الله لبنان قرار بدیم؟ بله، خب همونطوری که گفتی امروز صبح یک حمله پهپادی رو رسانه‌های لبنانی گزارش کردن در جنوب این کشور. حمله‌ای به یک خودرو موتورسیکلت در اون منطقه انجام شد. اول گفته شد که 2 نفر کشته شدند و چند نفر 3 نفر هم زخمی شدند از جمله یک کودک. در طول 1 ساعت گذشته گزارش‌های بیشتری منتشر شده از هویت افراد کشته شده. البته هنوز این گزارش‌ها غیر رسمی هست. هم رسانه الحدث وابسته به عربستان سعودی و هم وبسایت خبری واینت در اسرائیل میگن که هر دو فردی که در این حمله کشته شدن از اعضای واحد رضوان حزب الله بودند، نیروهای ویژه
این گروه که توسط سپاه آموزش داده شدند و وظیفه‌شون رخنه به خاک اسرائیل هست. ارتش اسرائیل هنوز رسما بیانیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده، اما حزب الله لبنان همونطوری که گفتی دقایقی پیش کشته شدن یکی از اعضای خودش رو تایید کرده، هرچند که مانند تقریبا تمامی دفعات گذشته هیچ اشاره‌ای به رده سازمانی او نکرده. از طرف دیگه به نظر میاد نگرانی‌ها در لبنان همچنان رو به افزایش هست. آلمان همین دقایقی پیش جدیدترین کشور اروپایی شد که از شهروندانش خواسته فوراً و تا زمانی که هنوز ممکن هست لبنان رو ترک کنن. پیشتر کشورهای دیگری مانند نروژ هم همین کار رو کرده بودند و از اون طرف پروازهای مختلف هم به لبنان در حال لغو شدن هست. همه اینها نشون میده که شاید یک جبهه جدیدی در جنگ اسرائیل در حال گشوده شدن هست. من دیروز از یکی از افسران ارتش اسرائیل، سرگرد ذخیره آوی، پرسیدم که آیا ارتش اسرائیل توانایی جنگیدن در دو جبهه رو داره یا نه. بشنویم که او چه گفت. بیش از دو هفته و نیمه که اینجا خدمت میکنم تا از آبادیهای بلندیهای جولان دفاع کنم. در این مدت دیدیم که حزب الله موشکهای دقیقی در اختیار داره و دقیقا میدونه به کدوم نقطه شلیک میکنه. اونا میخواستن همین نقطه رو بزنن و دقیقا میدونستن که در اینجا چه چیزی رو هدف میگیرن. ما 9 ماهی که در حال جنگ در چندین جبهه هستیم. کاملا آماده ایم و هر کجا لازم باشه وارد جنگ میشیم. اشکان، حرفای به این مقام ارتش اسرائیل رو شنیدیم. آیا اسرائیل اطلاعات بیشتری در ارتباط با موشکی که شلیک شده منتشر کرده؟ بله، ارتش اسرائیل دیشب اطلاعات جدیدتری درباره موشک فلق 1 تولید جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در واقع 2 سری اطلاعات رو ارتش اسرائیل دیشب منتشر کرده. یکیش برمیگرده به تصاویری که منتشر کرده که مسیر این موشک رو نشون میده از زمان شلیک اون از شمال روستای شبعا در جنوب لبنان تا زمانی که برخورد کرده به این زمین فوتبال در روستای مجدل شمس در بلندی‌های جولان. و دیگری تصاویر قطعات این موشک هست که از محل برخورد به دست اومده. ارتش اسرائیل این تصاویر رو منتشر کرده و نشون داده که نوشته‌هایی که روی این قطعات موشک هست مشابه همون نوشته‌هایی هست که روی موشک فلق 1 هست، تصاویری که به صورت در واقع عمده از این موشک قبلا منتشر شده که ثابت میکنه به گفته ارتش اسرائیل که این موشکی که به اونجا برخورد کرده موشک فلق 1 بوده. این باید گفت در حالی هست که همچنان حزب الله لبنان بعد از اینکه در آغاز قبول کرد مسئولیت اون رو، داره مسئولیت این حمله رو رد میکنه. من در همین زمینه هم سوالی پرسیدم از سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل کمال پینخاستی که با هم ببینیم. با بررسی که انجام شده ما به این نتیجه رسیدیم که نوع موشک، نوعش فلاق موشکیه که ساخت جمهوری اسلامی ایرانه و در اختیار سازمان تروریستی حزب الله است. البته موشکیه که توانایی جهت‌یابی نداره و سر جنگش در حدود 53 کیلوگرمه و از این موشک برای همونجور که امروز ما می‌بینیم برای کشتن افراد غیرنظامی و کودکان بیگناه استفاده شده. این روشیه که سازمان تروریستی حزب الله با پشتیبانی ایران از همه لحاظ، چه از لحاظ اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی، برای پیشبرد اهداف خرابکارانه و خانمانسوز خودشون استفاده میکنن و مطمئنا نتیجه اون را نیز خواهند دید. متشکرم از گفتگو و به گزارش دشکان اشکان صفایی، همکارم از اورشلیم همراه ما. روزنامه کیهان در واکنش به حمله موشکی حزب الله به روستای مجدل شمس در منطقه جولان این حادثه را ناشی از اشتباه محاسباتی اسرائیل دانست. روزنامه زیر نظر خامنه‌ای گفته اشتباه پدافند هوایی اسرائیل و اصابت یک موشک رهگیر به این روستا باعث این حادثه شده است. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما همراه شدند. آقای رجبی، منابع نظامی اصابت موشک حزب الله به جولان را تایید کردند. با این حال
کیهان سناریوی جدیدی رو بدون ارائه سند داره مطرح میکنه. ارجیابی شما چه هست؟ درود بیکران. حالا فارغ از اینه که طرف اسرائیلی چی میگه، طرف حزب الله، یک بررسی اگر بکنیم از اطلاعات عیان، یعنی از رسانه های طرفدار حزب الله، چیزهای خوبی رو شاید بفهمیم موضوع چی بوده. ساعت حدوداً 7:33 محلی قنات المنار تا برای حزب الله یک بیانیه میده، میگه که در پاسخ به اون چیزی رو که مثلا میگه به جای لبنان حمله شده، به شمال جولان حمله کردیم. و بعد 3 دقیقه بعدش اونجا مینویسه که سافرات الانذار، یعنی داره اونجا صدای آژیر خطر زده شده در مجدل شمس، یعنی هنوز هم در اون صفحه اونها وجود داره. در بعد از اون، در دقایق بعد از اون، اگر شما ببینید رسانه های چه عربی چه فارسی نزدیک به جمهوری اسلامی، اول گفتن بیشتر از 8 تا 10 نفر از صهیونیست اونها اول اسم بردن، گفتن کشته شدن و خیلی با خوشحالی موضوع رو گفتن. میره جلو، حدوداً 40 دقیقه بعد، یعنی نزدیک ساعت 8:30 محلی، اون موقع تازه حزب الله اومد گفت نه، ما هیچ ربطی به این نداریم، با اینکه بیانیه قبلی اونها گفته بود که به شمال جولان حمله کردن. اما الان اینجا الان چیزی رو که داره کیهان میگه واقعا خیلی یک چیز مشخصیه، اما واقعا الان دو تا نظریه مطرحه. نظریه اول اینه که اشتباه حزب الله بوده. خب به دلیل اینکه حزب الله موشک‌های نقطه زن داره، ولی از یک سمتی اومده و اشتباه بوده، موشک زده شده، همونجوری که گفت سر جنگی نداره. اما باز اینجا این موضوع رد میشه، چون تو بیانیه اونها شمال جولان رو اسم آوردن، گفتن ما به شمال جولان حمله کردیم. نظریه دوم چیه؟ نظریه دوم اینه که میگویند که اونها حزب الله تصورش رو به این میکرد که برای اینکه او بخواهد یک پیام مثلا به اسرائیل بدهد که ما میتوانیم به مثلا مناطق عمق جولان حمله بکنیم، میخواست به یک جای حمله بکنه که عدد زیاد باشه. از یه طرف نگران این بود که اگر اون مثلا در عمق اسرائیل به زن بیاد، اون پاسخی که در برای یک نفر اسرائیل داد به حوثی‌ها 100 برابر بیشتر میشه. اومد اینجا رو که عرب‌های در جولان هستن رو انتخاب کرد، به خاطر اینکه شاید مثلا اونها یک مقدار با اونها چه باشن. اما در این موضوعی که این موشک از حزب الله و از لبنان پرتاب شده، فکر میکنم کسی تا الان شکی نداره. و دلیل این واکنش شتاب زده کیهان و رسانه‌های نزدیک به حزب الله در تکذیب این حمله رو چی میدونید؟ ببینید، موضوع اینه که شما 7 اکتبر رو وقتی یادتونه، وقتی اون اتفاق افتاد، بعدش جنگ غزه پیش اومد، اون اتفاقاتی که پیش اومد، و الان خب اسرائیل همیشه در پاسخ خیلی از مسائل جنگ غزه میگوید خب داستان رو از 7 اکتبر تعریف بکنید. الان حزب الله نگران اینه که اگر اسرائیل یک حمله بسیار سنگینی به او انجام بده و او بخواهد بگوید که اسرائیل رو متوقف کنید، اون موقع اونها خواهند گفت خب اتفاق از مجدل شمس شروع شد. او میخواهد این مسئولیت رو از خودش نفی بکنه تا پاسخی که اسرائیل به اون میده رو بتونن طرفهای دیگه اون رو متوقف کنه. سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. متشکرم. همزمان با افزایش نگرانی ها نسبت به وقوع جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله لبنان، گروه حزب الله عراق هم نسبت به هر گونه اقدام اسرائیل علیه گروه های شبه نظامی هشدار داده. جعفر الحسینی، سخنگوی این گروه، اعلام کرده اگر اسرائیل بخواهد سقف عملیات نظامی خود را افزایش بدهد، با پاسخ متقابل این گروه مواجه خواهد شد. شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی همچنین اعلام کردند دور جدید حملات این گروه ها علیه پایگاه های نظامی آمریکا آغاز شده است. شوسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس، به ما پیوستند. خوش آمدید. خانم صادقی، در صورت آغاز جنگ اسرائیل و حزب الله، گروه های شبه نظامی عراقی هم فکر می‌کنید وارد این جنگ بشن؟
خب این گروه ها در واقع از ماها پیش تهدید کرده بودند که اگر این اتفاق بیفته و این جنگ آغاز بشه اونا وارد عمل خواهند شد. ما بیانیه های واضح و شفافی داشتیم از سمت گروه مسلح النجبا که آخرینش همین هفته گذشته بود، اصائب علالحق، از گردان های حزب الله عراق. رهبران این گروه ها به طور شفاف تهدید کرده بودند که اگر این جنگ صورت بگیره اونا وارد عمل خواهند شد به عنوان گروه های محور مقاومت، و حتی واشنگتن رو هم تهدید کرده بودند که منافع اونها رو در منطقه هدف قرار میدن. همین اتفاقی که در حال حاضر افتاده، حداقل در دو روز گذشته ما شاهد 5 حمله بودیم به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه. همین الان هم ما فراموش نکنیم مقاومت اسلامی در عراق یک مشارکت فعالی داره در حمله به خاک اسرائیل همزمان با هماهنگی هایی که با حوثی های یمنی داره. در نتیجه این اتفاق خواهد افتاد، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید. خود این گروه ها دارن هشدار میدن با توجه به بیانیه‌ای که شب گذشته سخنگوی گردان های حزب الله عراق منتشر کرده و این گزارش هایی که در رابطه با همین مسئله در رسانه های عراقی داره منتشر میشه، اینکه میتونه عراق رو وارد یک درگیری جدید بکنه. اما خب باز هم یک مسائل اینجا وجود داره که باید بهش پرداخت، اینکه اگر این گروه ها وارد عمل بشن، میزان ورود اونها به این عملیات یا به اصطلاح به حمایت از حزب الله لبنان چقدر خواهد بود؟ آیا این باعث میشه که به قدری خواهد بود که برای اولین بار اسرائیل وارد آسمان عراق بشه و پایگاه های این گروه ها رو هدف قرار بده؟ یا چه میزان آیا سپاه پاسداران از این گروه ها، از این گروه های مورد حمایت خودش در جبهه عراق میتونه به عنوان یک قدرت در این جنگ استفاده بکنه؟ این مسائل تا این لحظه مشخص نیست، ولی خب با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، با توجه به اینکه مقاومت اسلامی در عراق خودش وارد این جنگ شده و کم و بیش این تهدیدات علیه یا حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه آغاز شده، میتونیم بگیم که اونها عملا وارد این درگیری ها شدن، ولی خب چه میزان پاسخ خواهند گرفت از جانب آمریکا و اسرائیل این هنوز مشخص نیست. و البته اگر هم مشخص بشه، به قول بسیاری از ناظران عراقی، میتونه بسیار برای عراق و برای این گروه ها هزینه سختی باشه. چون از که صادقی روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما، متشکرم. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پایان جلسه کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل، نخست وزیر و وزیر دفاع مسئول نحوه پاسخ به حمله حزب الله شدند. واشنگتن میگوید حزب الله مسئول حمله به زمین بازی کودکان است. واکنش روزنامه کیهان به حمله موشک حزب الله به جولان. روزنامه زیر نظر خامنه‌ای میگوید اشتباه پدافند هوایی اسرائیل علت این حادثه بوده. مقام های انتخاباتی ونزوئلا اعلام کردند نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برای سومین بار پیروز شده. این در حالی است که پیش از اعلام نتایج، نظرسنجی ها از پیروزی قاطع ادموندو گونزالس نامزد اپوزیسیون خبر می دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته آمریکا از اینکه نتایج اعلام شده در انتخابات و پیروزی مادورو منعکس کننده آرای مردم ونزوئلا نباشد به طور جدی نگران است. بلینکن همچنین خواستار انتشار جدول دقیق آرا از سوی مقامات انتخاباتی ونزوئلا شده. ونزوئلایی های ساکن مکزیک مشارکت گسترده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان داشتند. روز یکشنبه صدها تن از آنها مقابل سفارت ونزوئلا در مکزیکو سیتی گرد آمدند. اکثر رای دهندگان ونزوئلایی در مکزیک امیدوار بودند که این انتخابات منجر به تغییر مسیر کشورشان شود. اون چه ما در این انتخابات بهش امیدواریم اینه که ونزوئلا برای نوه هامون، بچه هامون و همه هموطنانمون آزاد بشه. ما امیدواریم که یوغ این دیکتاتوری 25 ساله در هم شکسته بشه، چون که ونزوئلا الان یک دیکتاتوریه. من کشوری رو که الان داریم نمیخوام. با اون چه که در ونزوئلا داریم کشوری برای ما نمونده. من میخوام نوه هام در ونزوئلا بزرگ شن. ریشه من در ونزوئلا است که اینجا گمشون کردم. من میخوام همراه با خانوادم باز هم به همون ریشه هام در ونزوئلا برگردم و امیدوارم همه ونزوئلایی های مقیم خارج همین کارا کنن.
بردیا افشین هم کامجو در استودیو با من همراه شده که بیشتر به این تحولات بپردازیم. واکنش مخالفان در ونزوئلا چه بوده به نتیجه انتخابات؟ شاید برای مخالفان این یک باز تعریف مفاهیمی مثل توقع، انتظار و فرقش با امید و آرزو بوده باشه، چون که به هر حال اونها این توقع و انتظار رو داشتن که همچین نتیجه اعلام بشه از سوی شورای ملی انتخابات در ونزوئلا که تحت سلطه اقتدارگرایانی که 25 سال یک ربع قرن در ونزوئلا حاکمیت داشتن، و از یه طرف امید و آرزو داشتن که این بار مثلا برخلاف انتخابات پیشین با مشارکت بیشتر بتونن نتیجه متفاوتی رو رقم بزنن. دوباره برمیگردیم که انتخابات در ونزوئلا نه آزاد نه منصفانه است و دولت ونزوئلا از تاکتیک‌های مختلفی استفاده می‌کنه تا اجازه نده که آرای مردم تجلیش رو ببینیم، مثلا جابجایی حوزه‌های انتخاباتی، دستگیری مخالفان و حتی اجازه ندادن به 8 میلیون مهاجر در خارج از کشور از جمعیت 28 میلیونی که بتونن به راحتی مشارکت کنن. و در این حال می‌دونستیم که ممکنه بتونن نتیجه‌ای که دلخواهشون رو انتخاب کنن. زمستون سال پیش بود که نیکولاس مادورو گفته بودش که به هر طریقی که هست ما در انتخابات پیروز میشیم، رئیس جمهور که حالا برای بار سوم پیروز شده. و حتی مثلا کسی مثل رئیس جمهور اوروگوئه گفته بود هر جوری که مردم رأی بدن آخر سر نیکولاس مادورو است که پیروز میشه. ولی حالا مخالفان که امید داشتن، به هر حال نظرسنجی‌ها همونجوری هم که خودت اشاره کردی تو 20 تا پیش از انتخابات نشون میداد که اونا 20% پیشی گرفتن، میتونستن که امیدوار باشن برخلاف دور قبل که اونها تحریم کرده بودن انتخابات و مشارکت در انتخابات زیر 50% بود، با مشارکت بالا اجازه ندن که این تقلبات نمود پیدا کنه. ولی نتیجه‌ای که اعلام شده اونا بر نمیتابن. مثلا خب عمده ترین چهره مخالفان ماریا کورینا ماشادو، کسی که اجازه ندادن در انتخابات شرکت کنه اما حمایت همه مخالفان رو بر عهده داشت، گفته که همه جهان دیدن که انتخابات نتیجه‌اش یک نتیجه دیگه بوده، اعلام شدنش اون چیزی که اعلام کرده رو بر نمیتابه. و اون کسی که به جای خانم ماشادو در این انتخابات شرکت کرد، در واقع نامزد جایگزین آقای ادموندو گونزالس، او هم از مردم خواسته که حالا به خیابون‌ها برسن، بریزن و تظاهرات مسالمت آمیز کنن. البته این کار بسیار خطرناک، در دهه گذشته بارها ما شاهد اعتراضات علیه نیکولاس مادورو و دولتش بودیم، اما کشدار هم فراوان بوده. بلینکه در واکنش ابراز نگرانی کرده که مبادا این نتیجه انتخابات اون چیزی نباشه که مردم ونزوئلا میخوان. به طور کلی واکنش‌های بین‌المللی به چه شکل بوده؟ وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تنها نیست، حتی معاون رئیس جمهور کامالا هریس هم دقیقی پیش او واکنش نشون داده و خواستار این شده که به اراده مردم تن بدن، که البته مطمئناً نیکولاس مادورو به این واکنش از این دست اعتنایی نخواهد کرد. ما شاهدیم که مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم این رو گفته و دقایقی پیش باز هم شاهد بودیم که بریتانیا هم همچین واکنشی از این دست نشون داده. اما چیزی که مهمه برای ونزوئلا اون متحدینشان، مثلا روسیه، ولادیمیر پوتین استقبال کرده، تبریک گفته، جمهوری اسلامی خوشایندشه این نتیجه انتخابات، و همینطور که شاهدیم چین هم تبریک گفته و دیگر متحدین ونزوئلا مثل کوبا. اما یک چیز دیگه از همه اینها مهمتره، اینه که در آمریکای لاتین که ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم و پیچیدگی‌های سیاسی از چپ تا راست، خیلی از کشورهای تاثیرگذار به این انتخابات واکنش نشون دادند. خاویر میله، این سیاستمدار لیبرتریان دست راستی رئیس جمهور آرژانتین، این انتخابات رو غیر مشروع دونسته، و حتی گابریل باریچ رئیس جمهور چپ شیلی هم این رو غیر مشروع دونسته. بنابراین همچنان بحران مشروعیت در ونزوئلا حاکم خواهد بود، در ونزوئلایی که به علاوه بحران مشروعیت وضعیت نابسامان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درش وجود داره. و خب مخالفان امیدوار بودن پس از 25 سال بتونن یک تغییر درش ایجاد کنن، که به نظر میرسه که فعلا امیدهاشون برباد رفته است. متشکرم از تو. بردیا افشین همکارم در استودیو همراه من. روزنامه جام جم، ارگان مطبوعاتی صدا و سیما، در بازپخش عکس‌های مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان، تصاویر محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رؤسای قوه مقننه و قضاییه را با فتوشاپ حذف کرد. گفته می‌شود حضور برادر سعید جلیلی به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی و از اعضای جبهه پایداری در انجام این اقدام مؤثر بوده است. در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، محمد باقر قالیباف از سعید جلیلی
و غلام حسین محسنی اژه‌ای به صورت تلویحی از مسعود پزشکیان حمایت کرده بودند. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ملم سوئد به ما پیوستن، خوش آمدید. هم دوستا، حذف تصویر رؤسای قوه قضاییه مقننه با فتوشاپ از مراسم تنفیذ در رسانه جام جم سوال‌های زیادی ایجاد می‌کنه. دلیل این هم به نظر شما چه است؟ روزنامه جام جم جالب هست بدونید که در واکنش به انتقادهایی که از موضوع فتوشاپ و تغییر عکس توسط این روزنامه رخ داده، گفته که این صرفاً یک فعالیت، در واقع یک تصمیم ادیتوریال برای لیات صفحه و در واقع تصمیم برای منتشر کردن یک عکس مطابق با فرمت و شکل و اندازه صفحه انجام شده. اما خب ما همه میدونیم که یک همچین تصمیمی هم از لحاظ ژورنالیستی اشتباهه، هم با توجه به سوابق سیاسی که وجود داره نمیشه اون رو کاملا بدون غرض دونست. از نظر ژورنالیستی باید توجه بکنیم وقتی یک عکس مستند هست و داره یک رویداد که بسیار نزدیک هم هست از زمانش رو به شکل مستند پوشش میده، نمیتونه عناصری رو در صفحه به در عکس به طوری تغییر بده که اون استناد رویداد رو از بین ببره. و در این حال هم خب مسائل سیاسی پشت پرده این شائبه رو ایجاد میکنه که حتما تصمیمی یا قصدی برای این تغییر بوده در عکس. بعضی هم این اتفاق رو دارن ناشی از واکنش جریان پایداری به نتیجه این انتخابات میدونن. آیا ما شاهد شکاف جدیدی هستیم در مدیریت کشور؟ شکاف که البته جدید نیست. این واکنشی که حالا احتمالاً میشه با درصد قابل توجه یقین بهش پرداخت که احتمالاً این واکنش سیاسی است از سوی جبهه پایداری، از قدیم وجود داشته، متعلق به این دوره از انتخابات هم نیست. اصولگرایان در واقع به خصوص جبهه پایداری و جناحی که نزدیک به آقای قالیباف هستن، بر سر رسیدن به توافق برای اینکه حالا کاندیدای مشترکی رو به عرصه انتخابات ریاست جمهوری بفرستن همواره با هم مشکل داشتن از پیش. الان هم هر دو گروه همدیگر رو متهم میکنن که کنار نرفتن کاندیدای متعلق به جناح مقابل باعث شده که پزشکیان رأی بیاره. یعنی همونقدر که حامیان جلیلی معتقدن که اگر قالیباف در مرحله اول کنارگیری میکرد و یا اساسا همه رأی ها به سمت جلیلی جلب میشد، در مورد حامیان قالیباف هم همچین نظری وجود داره و معتقد هستند که جلیلی باید کنار میرفت برای اینکه در جامعه نسبت به تندروی‌های و حساسیت وجود داشته، و یا معتقد هستند که قالیباف شانس بیشتری داشته برای ریاست جمهوری. حالا یه همچین حذفی میتونه خب تأییدی باشه بر این درگیری‌های سیاسی که از پیش هم وجود داشته. یعنی درسته که آقای محسنی اژه‌ای هم در این عکس حذف شدن، اما احتمالاً هدف اصلی گردانندگان روزنامه جام جم این بوده که قالیباف رو از عرصه کنار بزنن و به نوعی به او دهنکجی بکنن. سپاسگزارم از شما نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ملمو سوئد همراه ما. پژوهشگران در سوئد از بکارگیری یک آزمایش خون جدید برای تشخیص زودهنگام آلزایمر خبر دادند. آزمایش جدید با نام اختصاری پلاسما 217 معرفی شده و دقت آن به 91% میرسد. این آزمایش در کنار تصویربرداری پتیسکن انجام میشود. تشخیص زودهنگام آلزایمر کمک میکند تا داروهای کند کننده سرعت بیماری به موقع برای بیماران تجویز بشود. از هر 5 زن یک نفر و از هر 10 مرد یک نفر مبتلا به آلزایمر میشوند. همایون خیری، سردبیر علمی اینترنشنال با ما همراه شده از لندن. همایون، این آزمایش خون با دقت 91% خب خیلی خبر مهمیه. چه جزئیات بیشتری دارید در ارتباط با این آزمایش؟ الناز، این خبر دیروز منتشر شد، در واقع دیروز، شاید کمتر از 24 ساعت پیش، در همایش انجمن آلزایمر آمریکا. البته همونجور که شما گفتید کاری هست که در سوئد انجام شده، در دانشگاه لند. اسم این آزمایش رو من میگم برای اینکه اسم به اصطلاح کاملش رو میگم اگر پژوهشگران بخوان بدونن چی هست. اسمش پلاسما فسفوریلیتد تاو 217 هست.
کاری که این آزمایش انجام میده پیدا کردن پروتئین تاو و پروتئین آمیلوید هست. همه میدونیم که این پروتئین آمیلوید هست که وقتی مقدارش خیلی زیاد میشه در دستگاه عصبی اینها تبدیل به پلاک میشن و همین پلاک ها عامل ایجاد آلزایمر هستن. منتها وقتی این پلاک ها پیدا میشن تقریبا مقدار بیشتری از بیماری رشد کرده و سرعتش زیاد شده و اصولا تشخیصش با استفاده از مایع نخاعی هست، یعنی گرفتن مایع نخاعی و استفاده از روش های تصویر برداری هست. دقت این آزمایش ها در مراحل اولیه بسیار کمه یا نمیشه تشخیصشون داد، ولی این آزمایش جدید همین P217 حدود 20 سال قبل از این که این روش های فعلی بتونن این رو کشف بکنن میشه ورود بیمار به مرحله بیماری رو پیدا کرد. و به لحاظ استفاده فراگیر از این آزمایش چی بیشتر میدونیم؟ آیا میشه انتظار داشت تو همین یک سال آینده از این آزمایش به طور سرسری استفاده بشه؟ ببینین، آزمایش با توجه به اینکه همین 24 ساعت کمتر از 24 ساعت پیش معرفی شده، بنابراین وقت میگیره، به خصوص سازمان غذا و داروی آمریکا باید این آزمایش رو تایید بکنه. خود این آزمایش با وجود اینکه درصد بالایی هست، یعنی 91% دقت داره، باید توسط آزمایشگران دیگر، پژوهشگران دیگر در کشورهای دیگر هم آزمایش بشه و همین دقت تایید بشه. ولی یه نکته خیلی مهم هست، بنابراین ما تا اون موقع که سازمان غذا و دارو اینو تایید نکرده نمیدونیم کی این آزمایش به اصطلاح به مطب‌های پزشکی یا به آزمایشگاه ارائه داده میشه. ولی یک نکته خیلی مهم در توصیف آزمایش گفته شده که سادگی انجام این آزمایش مثل سادگی انجام آزمایش کلسترول هست. بله بله. که در مطب‌های کوچک هم این رو میتونن انجام بدن. متشکرم همایون خیری، سردبیر علمی ایر انترنشنال از لندن همراه ما. وزیر کشور فرانسه از دستگیری حدود 50 نفر به ضمن تلاش برای انجام اقدامات خرابکارانه در طول بازی‌های المپیک خبر داده. ژرالد دارمنن گفته که بازداشت شدگان به همراه افراد دیگری که تخمین زده می‌شود حدود 150 نفر باشند، قصد داشتند در پاریس اقدامات خرابکارانه انجام بدهند. ژرالد دارمنن همچنین گزارش روزنامه فیگارو در مورد بازداشت یک فعال چپ تون رو در ارتباط با خرابکاری راه آهن فرانسه را در حساب ایکس خود بازنشر کرده. با این حال مقامات دولتی فرانسه هنوز بیانیه رسمی در مورد هیچ بازداشتی در ارتباط با این خرابکاری که روز پیش از مراسم افتتاحیه رویداد اعلام نکردند. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه شده. نیلوفر، خرابکاری و مشکلات برای فرانسه در این دوره المپیک به نظر تمامی نداره. دولت فرانسه چه اقداماتی برای مقابل با اون در نظر گرفته؟ بله، دقیقاً از قبل از اون هم گفته شده بود که تلاش‌های بسیار زیادی صورت داره میگیره برای بی‌ثبات کردن فرانسه قبل از برگزاری مراسم در واقع افتتاحیه و آغاز مسابقات المپیک و یا در جریان اون داریم نتایجش رو می‌بینیم و فقط همین تهدیدها یا نگرانی‌ها از طرف گروه‌های در واقع تروریستی یا جهادی نبود، چیزی که به طور عادی هم فرانسه مشکلاتی رو در موردش داره. در این مورد مشخص بازی‌ها یا مسابقات به این شدت یا در این وسعت معمولا گروه های دیگه هم نگرانی ها در موردشون وجود داره، از جمله گروه های چپ رادیکال، فعالان محیط زیست به شدت افراطی یا گروه هایی که در واقع احتمالا این اقدامات رو انجام میدن. به همین دلیله که مثلا امروز وقتی که خبر تازه‌ای در مورد تخریب یا خرابکاری در سیستم فیبر نوری مناطقی از فرانسه منتشر شد، باز هم سمت اتهام یا انگشت اتهام به سمت گروه‌های چپ رادیکال گرفته شد و به اونها این حمله هم نسبت داده میشه. البته این فیبر نوری که باعث شده اینترنت و همینطور خط تلفن ثابت در بخشی از فرانسه در 6 نقطه به طور مشخص قطع بشه یا مشکلاتی براش به وجود بیاد، شامل پاریس نمیشه و شرکتی که در واقع خدمات میده و همکار المپیک هست گفته که مشکلی برای اونها در جریان
المپیک به وجود نیومده. دولت فرانسه تمام تلاشش رو کرده تا در زمان برگزاری این بازی‌ها تا جایی که میتونه جلوی این اختلالات یا جلوی این مشکلات رو بگیره. در بحث امنیتی روزانه حدود 30,000 نیروی پلیس و ارتش در خیابان‌های پاریس و اطراف محل برگزاری مسابقات در حال گشت زنی هستند و به غیر از اون برای جلوگیری از حملات مثلا سایبری که اتفاقا گفته میشه بسیار زیاد هم هست، تلاش ها برای هک کردن یا نابسامان کردن وضعیت پایگاه ها یا جاهایی که مرتبط هستند به نوعی با اینترنت هم با المپیک هم کم نیستن، در مورد اونها تلاش هایی رو داره صورت میگیره. از قبل از المپیک هم برای جلوگیری از اقدامات یا اعتراض هایی که ممکنه گروه های مختلف سیاسی یا فعالان مختلفی که میتونن به هم بزنن مراسم رو انجام بدن صورت گرفته. مثلا گفته شده بود در این دور از بازی ها در مقایسه با مثلا بازی های مسابقات یورو که در پاریس برگزار شده بود چند سال قبل، تعداد بازداشت ها یا حصر خانگی برخی از این فعالان در مقایسه با قبل بسیار افزایش یافته بود که باعث انتقاد بسیار زیاد گروه های حقوق بشری هم هست چنین اقداماتی از طرف نیروهای پلیس و امنیتی. متشکرم نیلوفر. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ما. تنفیذ مسعود پزشکیان و عکس‌های این مراسم در صفحه اول همه روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. روزنامه جام جم قالیباف و اژه‌ای را از تصویر حذف کرده. برخی از روزنامه‌ها با اشاره به گفته‌های پزشکیان از لزوم توجه به حقوق مردم نوشتند و برخی دیگر اختیارات رئیس جمهور را متناسب با حجم مسئولیت‌های او ندانستند. محمد رهبر با ماست برای مروری بر مطبوعات امروز ایران. محمد، تنفیذ پزشکیان تقریبا صفحه اول همه روزنامه ها هست، اما حرف جدیدی آیا دارن میزنن؟ در عین ناباوری حرف های جدیدی هم زده میشه، یعنی فقط این نیستش که یک مراسمی رو بخوام پوشش بدن. یکی از این حرف ها روزنامه جهان صنعت. روزنامه جهان صنعت خب در انتخابات هم موضع منتقدی نسبت به رای دادن و اینها داشت، این گونه حرف ها رو هم میزد. امروز آقای غلامرضا کیانمهر آمده یک مقاله نوشته در مورد این که دیگه ملت ایران بعد از 45 سال همشون میدونن که توی قانون اساسی یک راهبندانی هست سر راه رئیس جمهور، یعنی هزار تا دستگاه موازی و اینها هستن که مسئولیت رئیس جمهور رو با اختیاراتی که داره ناهمتراز میکنن. گفته که آقای پزشکیان هم یه راه بیشتر نداره برای اینکه موفق بشه، از این انزوای بین المللی ایران رو بیرون بیاره، تحریم بشه، تحریم رو در واقع برداره، دولت رو کوچک بکنه. و این تحولات خیلی تحولات بزرگی است که فقط در مسئله ریاست جمهوری نمیشه این کارو انجام داد، باید توافقاتی باشه با کسی که این اختیارات رو داره و اونم رهبری است. گفته که دو سه ماه هم برای شما بس هست که بفهمید که بالاخره میتوانید یا نمیتوانید. اگه نمیتونید مردم رو سر کار نذارید، تو همین دو سه ماه آینده بیاین اعلام بکنید که من نمیخوام تدارکاتچی باشم، نمیخوام آبدارچی باشم، و برید سر پزشکی خودتون زندگیتون رو بکنید. و این خیلی نکته مهمیه که از همین الان دارن پزشکیان رو بهش میگن که باید تعامل بکنید، اگه با تعامل نکرد دیگه حق نداری اونجا بمونی. اینجوری که آقای جامعه میگه، روزنامه جمهوری اسلامی یه قدری پا رو فراتر گذاشته، گفته این کتاب نهج البلاغه امام علی که آقای پزشکیان معلمون هست و زیاد از او روایت میاره، قبل از انقلاب کتابی بودش که همین انقلابی ها میومدن در موردش صحبت میکردن و بحث بر سر این بود که تبعیض برداشته بشه، فرق حل بشه، با همین کتاب انقلاب کرد. و حرف جمهوری اسلامی هستش که حالا باید ببینیم جامعه اسلامی ما اصلا عدالت درش هست یا نه. نتیجه که گرفتیم که اصلا نیست، ما فاصله بسیار زیادی با یک جامعه عادلانه داریم. و بحث بر سر این هستش که بله، آقای پزشکیان اگر نهج البلاغه هم میخونه، برای اینکه شیوه نهج البلاغه رو اجرا بکنه حالا حالاها باید راه بره و بسیار کار سختی هست در جامعه‌ای که خیلی حال نمیخوان که عدالت اجرا بشه. از این دو روزنامه بگذاریم برسیم به روزنامه که جامعه جمع. اصلا حواسم به جامعه جمع نبود. خیلی کار جالبی کردن ها، اومدن تبدیل کردن آقای اژه‌ای و آقای قالیباف رو به میز و صندلی، یعنی اونجا اینا نشسته بودن، اژه‌ای شده میز، اون یکی شده صندلی. بعد جالبه که نیشه عقرب نصب
کینه است دقیقا همین کاریه که جامعه هم انجام داده. اینا تو تلویزیون هم همین کارا رو کردن یه عمری دیگه، یعنی زنا رو حذف کردن، کسایی که نمیخواستن رو حذف کردن و این براشون که روش و سیره شده، اقتضای طبیعتش. آره اقتضای طبیعت شده دیگه. یعنی اینجا اومدن گفتن حالا من حالا کاری ندارم، ممکنه با اون دو نفر مشکل داشته باشه، لج این کارا رو کرده باشن، ولی واقعا بعد به این نشه برسیم که اینا انقدر این کارا رو انجام دادن، گفتن این تصویر بهتر در میاد، این دو تا رو هم حذف کنیم به همین راحتی. فکر نمی‌کنن که اینها تو تاریخ بمونه، این تصاویری که تو گزنامه هست خیر مستندات تاریخی است، 20 سال بعد که یکی میخواد نگاه کنه بعد ببینه که چه اتفاقی اون جلسه افتاده. سانسور تو خونشون. بله. خب برسیم به بعدی. روزم همین امروز یک سرمقاله بسیار زیرکانه ای نوشته، واقعا با تبریک بهشون گفتم. اولویت اول، اولویت اول خامنه ای گفته که اقتصاد هست. گفتم بسیار خوب، اقتصاد هست، به خاطر این اقتصاد بیاین ماجرای فیلتر رو بردارید، فیلتر رو بردارید از اینترنت، مردم خیلی اینجا کسب و کار دارن و دارن کار میکنن، شما نمیذارید کار بکنن و امورات اقتصادیشون نمیچرخه. ولی این شاخصه فرهنگی هم داره. یعنی نمیشه اینطور گفت که شما یه مسئله اقتصادی داری و صرفا اقتصادی باشه و فرهنگ درش نباشه. گفته نوع مواجهه با زنان رو نگاه کنید، شما کاری کرده که نیمی از جامعه ایران ناراضی باشن، ناراضی در حد اینکه نمیتوانند خود این نشان بدن و در اقتصاد کاری بکنن. پس بنابراین کارهای فرهنگی توامان با اقتصاد باید انجام بشه و اینطور نیستش که این اولویت فقط اقتصاد هست. خیلی به لطایف الهیل این ماجرا رو نوشته. و به آخری برسیم، روزنامه پیام ما که بالاخره خبر خوب هم ما خوندیم که قرار هستش که محوطه باستانی مرکز تاریخی همدان به حکمتانه الحاق بشه و جزئی بشه از میراث فرهنگی بشر و ثبت در یونسکو. مدتی هم پروندهش با مشکل مواجه شده بود، ولی یه سال دیگه حل درست شد. بسیار عملی، متشکرم از شما محمد رهبر، هم کامجا در استودیو همراه ما. فراموش نکنید که میتونید در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت بکنید. در اپلیکیشن برنامه‌های خبری، مستندها، پادکست‌های ایران اینترنشنال در دسترس شما هست. همه اینها و بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشن که QR کدش رو روی صفحه نمایشگرتون می‌بینید، با تلفن‌های هوشمندتون میتونید اسکنش بکنید و مستقیم این اپلیکیشن رو از بازارهای اصلی اندروید و اپل فقط و فقط تهیه بفرمایید. ممنون که تا این لحظه بیننده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون بخیر.